شهید مزاری معمار عدالت اجتماعی در افغانستان است. شهید مزاری برای اولین بار مقوله های جدید چون عدالت اجتماعی، برابری اجتماعی و سیاسی را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد. شهید مزاری رحمت الله علیه برای تحقق عدالت اجتماعی تا آخرین لحظات حیات پربار خود لحظه از تلاش در تحقق عدالت اجتماعی دریغ نکرد. ایشان عدالت اجتماعی را برای تمام اقوام و اقشار کشور میخواست و برای تأمینش تلاش می‌نمود. در یکی از بیانات رهبر شهید چنین آمده است: هدف ما تشکیل حکومت اسلامی، مردمی، فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است. خواست ما تأمین عدالت، برابری و برادری میان مردم افغانستان است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما بیننده های عزیز ارجمند برنامه جایگاه زنان در اندیشه رهبر شهید. خوشحال هستیم که بار دیگر در یک از سلسله برنامه های جایگاه زنان در اندیشه رهبر شهید در خدمت شما خوبان هستیم. 27 سالیاد شهادت رهبر شهید و یارانش را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. روح رهبر شاد و یادش گرامی. خوشحالیم که در این برنامه در خصوص عدالت اجتماعی و حضور زنان در اجتماع صحبت و گفتگوی می داشته باشیم با سرکار خانم حمیده احمدی، یکی از فعالان فرهنگی با ما. خانم احمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر. خیلی شما سلام علیکم خدمت شما و بیننده های عزیز و محترم. خوشحال هستم که امروز با برنامه شما هستم و در رابطه با بیانات استاد شهید در رابطه با عدالت اجتماعی و نقش زنان در اجتماع. سلامت باشین. ما هم خیلی خوشحالیم که شما رو در برنامه داریم. در نخست خانم احمدی، یکی از محورهای عدالت اجتماعی حضور و سهیم شدن همه اقشار جامعه در عرصه های مختلف هست. فکر میکنین که بیانات رهبر شهید در عرصه حضور خانم ها برای تامین عدالت اجتماعی چی مواردی بوده؟ رهبر شهید همیشه اهدافش و خودش معمار عدالت اجتماعی بود. یعنی یک عدالت اجتماعی یک شعار نبود بر رهبر شهید. یک اصل بود بر استاد که باید عدالت اجتماعی در جامعه باید تامین شود. و عدالت اجتماعی این معنا را داره که هر چیز باید در جایگاه خودش قرار بگیره و هر کسی باید از حقوق خودش برخوردار شد. وقتی میگه همه باید شرکت داشته باشه، همه باید به حقوقش برسه، عدالت تأمین شود، اینجا دیگه نگفته که مرد و یا زن، ملت گفته، شهروند گفته، یعنی عدالت عمومی گفته، یعنی خاص نکرده مرد یا زن را. پس از بیانات رهبر شهید ما این نتیجه را میگیریم که هر شخص از حق انسانی و اصلیشان باید برخوردار شود. رهبر شهید برای تامین عدالت اجتماعی حضور بانوان را اصل قرار میده. در این راستا چه فرمایشات را دارد، چه گفته هایی را دارد برای اینکه خانم ها حضور پیدا کنند؟ ما وقت سخنرانی های رهبر شهید گوش میکنیم و کتاب هایی که رهبر شهید نوشتن در رابطه با عدالت اجتماعی ما وقت میبینیم یا حضور زنان، در یکی از سخنرانی های استاد آمده که در زمانی که در سوم هود شورش در علیه نظام شوروی انقلاب صورت گرفت، بله، رهبر شهید میگه وقت گزارش بر ما آمد حضور زنان بیشتر بود، یعنی فعالیت زنان بیشتر بود. یعنی از این جمله استاد ما اینا می فهمیم که ده همون زمان هم حضور زنان در مسائل سیاسی جهاد اینا حضور داشتن و همیشه هم شعار استاد این بود که هر شهروند، هر کسی که آمده در اجتماع، در سیاست سهم فعال و اجرا کرده، باید از حق مساوی خود برخوردار باشه و باید شرکت داده شود در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. و این ناممکن است وقتی که یک خانم میاد دوشادوش مرد، همدوش مرد میاد کار میکنه و سهم فعال داره، فعالیت میکنه و این خیلی ظلمه که در وقتی که بیاید کار انجام بده و زن سهم داده نشه.
خانم احمدی، به نظر شما تأمین عدالت اجتماعی در یک جامعه چقدر مهم است و آیا بدون حضور زنان عدالت اجتماعی در یک جامعه تأمین میشه؟ عدالت اجتماعی زمان تحقق پیدا میکنه که هر کسی به حقوق خودش برسه. عدالت به همین معنی است، یعنی جایگاه هر چیز به تناسب شایستگی همون چیز باشه. یعنی ما زمانی که عدالت را برقرار میکنیم چطور میشه که حق زن در اونجا در نظر نگیریم؟ عدالت خود همین معنا رو میکنه، مرد در جایگاه خودش، زن در جایگاه خودش. زنان نصف پیکر یک جامعه را تشکیل میدن. چطور میشه که عدالت باشه در جامعه ولی نصف جامعه اصلا در نظر گرفته نشه؟ محروم شد. یعنی امکان ناپذیر است. عدالت زمان تحقق پیدا میکنه که هر شهروند، چی مرد باشه چی زن باشه، از هر ملت از هر نژادی که باشه، باید از حقوقش برخوردار باشه. و زمانی که هر کسی به حقوق خودش رسید، به ایده همدیگر، به فکر همدیگر، به اصول همدیگر احترام قائل شده، او زمان است که عدالت اجتماعی برقرار میشه و ما میتونیم که یک جامعه توسعه یافته داشته باشیم. و زمانی که تا زمانی که عدالت برقرار نشود، جامعه توسعه پیدا نمیکنه. و عدالت هم زمانی برقرار میشه که حق هر شهروند، چی مرد باشه چی زن باشه، به خودش داده شود. و او زمان است که جامعه توسعه پیدا میکنه. و رهبر شهید هم همین مسئله را بیان کرده، حق یعنی عدالت اجتماعی زمان تحقق پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، که حق زن در اونجا در نظر گرفته و الا این از جمله حق مشارکت خانم ها در صحنه سیاسی اجتماعی و فرهنگی که اگر این اصل در نظر گرفته نشود، عدالت اجتماعی کلا ناممکن است. واقعا همینطوری است. و محور عدالت اجتماعی حضور همه شهروندان در عرصه های مختلف است. هر جایی که یک قشری از جامعه باز داشته میشه از حضور، از فعالیت، از مشارکت، عدالت اجتماعی آسیب میبینه و جو او جامعه قطعا به توسعه و پیشرفت دست پیدا نمیکنه. امری را که رهبر شهید بسیار بر او تاکید میکرد و تاکید و تلاشش بر ازی بود که همه شهروندان از جمله خانم ها باید حضور فعال داشته باشد تا ما بتونیم که عدالت اجتماعی را در یک جامعه تأمین نماییم. خانم احمدی، یکی از عرصه های حضور که برای تأمین عدالت اجتماعی هم بسیار میدانه ارزنده و کارساز باشه، حضور خانم ها در نهادهای آموزشی و تحصیلی است. رهبر شهید چقدر مهم میدانست حضور بانوان در نهادهای آموزشی و نهادهای تحصیلی تا زمینه فراهم شدن عدالت اجتماعی به وجود بیاره؟ اصل جامعه را اگر ما در نظر بگیریم، رکن اساسی را، خانواده خودش یک جامعه کوچک است. اصل خانواده را یک مادر تشکیل میده. مادر اگر با سواد بود، فرزند بهتری را تربیت میکنه. اگر مادر بی سواد بود، او چطور بتوانه یک فرزند تربیت کنه که او فرزندش بیاید یک جامعه را به تکان میده، یک مرد به معراج برسه؟ رهبر شهید خودش بر علاوه یک عالم دین هم بود. تمام موارد را در نظر گرفته بود. اینطور نبود که از یک بود بیای بررسی کنه. حضور زنان در نهادهای آموزشی و تحصیلی یک امر ضروری و واجب است. ما اگر زنی با سواد نداشته باشیم، ما فردا یک دکتر خوب نداریم. ما اگر زنان امروز نمانیم که اونا برای درس بخونه، تحصیل کنه، فردا جامعه ما پیشرفت نمیکنه. چرا که اصل تربیه از خانواده شکل میگیره. وقتی مادر سواد نداشته باشه، مادر تربیه درست نکنه، چطور میتوانیم که ما فردا دکتر داشته باشیم، انجینیر داشته باشیم، سیاستمدار داشته باشیم، اقتصاددان داشته باشیم؟ پس این ضرور است. و تا زمانی که یک زن نرود بیرون، تحصیل نکنه، فعالیت نداشته باشه، در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حضور نداشته باشه، او چطور میتوانه از تمام مسائل فرهنگی یا تربیتی آگاه شود؟ بتونه در روی اساس تربیت بکنه. وقتی که او آگاهی نداشته باشه، علم نداشته باشه، اصلا نمیتونه. یعنی این چیزی نیست که
ما بگیم نه ما همان چیزی را که گفتیم بیا انجام که انجام بده. زن که کنیز خانه نیست. زن خودش یک مربی در خانه است. خودش یک معلم است که میاد تربیت میکنه. و این زمان موفق میشه که خودش از تمام مسائل جامعه، از مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی آگاه باشه. و این زمان آگاه میشه که علم داشته باشه. فعالیت داشته باشه، حضور داشته باشه، شرکت داشته باشه، بفهمه تمام مسائل. بعد میتونه یک مادر خوب در خانواده خود شد. و زمانی که یک مادر خوب شد، یک فرزند خوب تربیه میکنه. رهبر شهید هم به خاطر همین مسئله خیلی تاکید داشت. یعنی از همون زمانی که خود رهبر بود، در کنار رهبر زنان فعالیت داشتند، در کمیته های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی زنان حضور داشت. که رهبر شهید همیشه و همواره در سخنرانیش و همیشه از عدالت یا از حقوق یک زن دفاع میکرد و این اصل دانسته بود که چرا که یک زن وقتی در جامعه میای کار میکنه و او باید امو حقوقش برش داده شد. چی حقش در جامعه همون زمان؟ فعلی سیاسی باشه باید داده شود، اقتصادی باشه داده شود، تحصیلی باشه باید داده شود. بله. یکی از نکته هایی که بسیار زیاد مهم هست و ارزنده است و در امروز هم میتونه بسیار قابل استفاده باشه، بحث مشارکت زنان هست. به نظر شما مشارکت خانم ها چقدر برای تأمین عدالت اجتماعی با توجه به فرمایشات رهبر شهید میتونه نقش ارزنده در جامعه باشه؟ پیشتر هم عرض کردم استاد شهید بر علاوه که یک رهبر بود و یک عالم دین هم بود، در اسلام حقوق را حقوق عام خاص تقسیم کرده. حقوق عام اگر در نظر بگیریم، حقوق عام محض انسان به ما و انسان در نظر بگیریم. اینجا نگفته مرد و زن، گفته انسان از حقوق عام برخوردار است. حقوق عام شامل حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که هر شهروند ایره باید در نظر بگیریم. و وقتی که ما ایره در نظر میگیریم، یکی از این حقوق هر شهروند تامین عدالت اجتماعی که عدالت اجتماعی باید در یک جامعه تامین شد. و او زمان تامین میشه که ما باید مشارکت تک تک فرد جامعه را در او جامعه در نظر بگیریم. وقتی ما میگیم فرد فرد جامعه در نظر گرفته باشه، اون فرد میتونه هم زن باشه و هم مرد. ما هیچ نمیتونیم بگیم باید مرد شرکت داشته باشه ولی زن شرکت نداشته باشه. از این اصل ما اینو میفهمیم که رهبر شهید هم گفته بود حضور زنان، چی مرد چی زن، در عرصه سیاسی به خاطر اینکه ما به عدالت اجتماعی برسیم، در عرصه فرهنگی اقتصادی که توسعه پیدا کنه نظامی است و ما نمیتونیم این حق از زن بگیریم. یعنی ما حق از زیره نداریم که ما حق زن بگیریم. و خیلی تاکید بشه همیشه. حضور امروز بانوان در عرصه های مختلف وقتی ما میبینیم نسبت به سید حق قبل، دود حق قبل بسیار متفاوته. حتی نسبت به اصطلاح چهارده حق قبل که خیلی متفاوت ارزیابی میشه. چقدر فکر میکنین حضور رنگ و عمیقی که امروز حالا در همین سطحی که در جامعه افغانستان وجود داره چقدر متاثر از بیانات رهبر شهید است؟ بله، رهبر شهید بر علاوه که یک الگو بر مردم خود ماست، بر یک الگوست بر همه رهبران جهادی که همیشه این مسائل رو در نظر گرفته بود. ما اگر امروز زن با سواد داریم، ما اگر دکتر داریم، اگر انجینیر داریم، اگر سیاستمدار زن داریم، بله، و اگر زنان فعال سیاسی داریم، اینا متأثر از سخنان و کارهایی را که رهبر شهید در اون زمان انجام داده بود هست و همیشه الگو هست و مردم او را الگو قرار داده، مخصوصا خانمان که رهبر شهید به عنوان یک رهبر از حقوق یک زن دفاع کرده و کار کرده اون زمان. و امروز یک زن میتوانه که حقوقش برسه و یا حداقل در حد نسبی دادخواهی کنه بر حقوق خود و فعالیت کند و درس تحصیل کند، بتانه بره در جامعه کار کند. اینا خیلی مهم است. یعنی تهداب گذاری حقوق زن از زمان رهبر شهید شد و امروز ما بسیار با افتخار و میتونیم کار کنیم و حداقل
حق از این دارم یا جرأت از این دارم که از حق خود دفاع کنیم و بیان کنیم که حق ما کجا شد. درست. و ما هم صاحب حق هستیم. بله واقعا مهمترین مسئله در مورد حقوق اندیشیدن و حقوق خود است. مثلا کسی که به خود آگاهی میرسه که من دارا به عنوان انسان دارای چنین حقوق هستم یا این حقها را دارم و این تکالیف ها را، یک قدم به جلو حرکت کرده و ما دقیقا میتونیم بگوییم که بسیاری از این مسائل، تفکر کردن در مورد حق و حقوق و یا تصاحب شدن حقوق، جرأتی که ما دادخواهی های برای حقوق خود داشته باشیم، ما زنان پس از نظاری را مدیون رهبری شهید هستیم که چنین در را باز کرده و چنین زمین سازی انجام داده. فکر میکنیم که رهبر شهید به تساوی حقوق زن و مرد باور عمیق داشت. واقعا هم ما در یک جایی، در یک موردی پیدا نمیتونیم که رهبر شهید آمده صحبت کرده باشه از به اصطلاح برتری حقوق زن نسبت به مرد یا مرد نسبت به زن. طبق فرمایش که شما هم اشاره کردین که حقوق عام، در حقوق عام رهبر شهید از تساوی حقوق زن و مرد صحبت میکنه و باور عمیق هم داره و بسیار زیاد روی ازی تاکید هم داره. خیلی مهم هم هست. چی فکر میکنین که در شرایط فعلی چقدر اهمیت داره تا این دید تقویت شود که همه به مساوی بودن حقوق زن و مرد بیندیشن و برای عملی چنین حقوقی در جامعه هم گام های برداشته شود؟ اگر در جامعه فعلی یا در شرایط فعلی ما زن را نادیده بگیریم، اگر زن نادیده گرفته شود، تو فکر کنم که ما یک حکومت پایدار نمی‌داشتیم. حکومت زمان پایدار است که در اونجا پیشتر هم گفتم حقوق باید مساویانه در نظر گرفته شود. وقتی که یک بعدی در نظر گرفته میشه، یک بعد قضیه در نظر گرفته میشه، حقوق یک فرد یا یک قشری از جامعه در نظر گرفته میشه، قشر جامعه دوم جامعه که زنان باشه، اینا آسیب میبینه. وقتی که آسیب بینه، روحیه فعالیت نداشته باشه، خب در یک حد جامعه کنترل میشه. اما از کنترل که گذاشت، جامعه رو به تباهی کشونده میشه و این باعث از این میشه که اون جامعه دیگه پایدار نباشه. اقتصاد کشور رشد نمیکنه، فرهنگ کشور رو به رشد نیست، بلکه رو به زوال است. همین فرهنگ فعلی هم که باشه از بین میره. گفتم روح اصل جامعه را زن تشکیل میده. وقتی زن سرکوب شود، روحیش در نظر نگرفته نشود، حقش در نظر گرفته نشود، مساویه با مرد، دیگه او جامعه فاتحه، او جامعه کلن خانده. و رهبر شهید هم همیشه همین در نظر گرفت که وقتی میگه هر فرد جامعه حقش باید در نظر گرفته شود، یعنی دور را نگاه میکنه. ما جامعه باید توسعه پیدا کنه، جامعه باید پیشرفت بکنه. ما در شرایط فعلی نباید قرار بدیم. و زمانی که حقوق مساویانه تقسیم میشه، هر کس حق خودش داده میشه، طبعا او جامعه یا او حکومت پایدار میشه و روز به روز رشد کرده میشه. یعنی ما از شرایط فعلی میبریم بیرون، نگه این شرایط نداریم. و اگر روحیه یک زن شکسته شود، روحیه زمان شکسته میشه که در او بی توجهی شود، بی توجهی در کدام عرصه، حق تحصیل نداشته باشه، حق شرکت در سیاست نداشته باشه، حق تصمیم گیری نداشته باشه، حق نداشته باشه که بیای با سرنوشت خودش گپ بزنه، خب زن او جامعه مرده. پس وقتی زن مرده شد، تو فکر کن جامعه فلج شد. لذا باید حقوق در نظر گرفته شود که حکومت یا شرایط روز به روز رو به پیشرفت شود و پایدار شود. خیلی ممنون از تحلیل بسیار زیبا و جایی که انجام دادین خانم احمدی. و واقعا ما مهم خدمت به بشریت و جامعه و کشور خود انجام داده باشیم، باید خود همه شهروندان مد نظر بگیریم، چیزی که رهبر شهید خیلی به این مسئله تاکید داشت و همواره تاکیدش این بود که زنان و مردان باید از حقوق مساوی و یکسان برخوردار باشه. خانم احمدی، کم کم به پایان برنامه میرسیم. میخواییم که پیام شما و پیشنهادات شما را داشته باشیم، به خصوص برای
هم نسلان من و شما پیام شما چیست؟ پیام ما برای بانوان مخصوصا در دختر خانم ها ای است که فرصت رو مختنم بشماریم. به هر شرایط که باشیم ما باید از تک تک فرصت خود استفاده کنیم، از حق تحصیل خود استفاده کنیم. درست است که ما سال قبل حق تحصیل دختر خانم ها نداشت، ولی فضای مجازی باز بود. یعنی ما خواستمی است که ما منتظر از این نباشیم که یک کس، یک مرد، یک حکومتی بیاید بر ما شرایط مساعد بکنه تا ما بیاییم اونجا رشد کنیم. ما شرایط باید خودمان بر خودمان فراهم کنیم تا به جایگاهی که میخواهیم برسیم. از فرصت ها استفاده کنیم تا به اون موقع که میخواهیم برسیم. و پیام امی است که از حکومت فعلی یا خواهشمندم که حق هر شهروند به خودش بده، فرقی نمیکنه مرد باشه یا زن. جایگاه زن باید در هر شرایطی که باشد در نظر گرفته شود و حق تحصیل مرحله اول، حق مشارکت در مرحله دوم و حق تصمیم گیری به خانم داده شود تا جامعه پایدار باشد. ممنونم از شما که حضور پیدا کردید. سلامت باشید. بینندگان عزیز ارجمند، این بود برنامه امشب که تقدیم حضور شما شد. ممنونیم از همراهی شما. باز هم تسلیت عرض می‌کنیم به 27 سالیاد شهادت رهبر شهید و یاران با وفایش را. خط عدالت خواهی همچنان برقرار، راه رهبر شهید پر رهرو، یادش گرامی و روحش شاد باد. تا درود دیگر بیدید.